السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي من سؤال كردن كي دعائي كي براي افطار بخلن، اللهم إني لك سمت وبك آمنت، كي خير معمول است. این دعا شما گفتید که ضعیف است، بله این حدیث حدیث ضعیف است به خاطر که دیگر دعا زیاد است برای افطاری، اما علما میگویند که شما می توانید بخوانید، مشکلی نیست. چرا معنی این حدیث معنی بدی ندارد. امید است که عزیزان موضوعات را از این طریق درک میکنند، باید درک عمیق داشته باشند و چنین نکنند که این موضوعات را خیلی بزرگ بسازند و بالای از این بسار بحث ها بکنند و بگو مگو ها و مشاجرات صورت بگیرند. این سخن علمای کرام است. در علمای جرح و تعدیل این حدیث را حدیث ضعیف قلم داد کردند، اما در عین وقت گفتند که شما می توانید این دعا و دعای دیگر را که ما چند وقت پیش برای شما عزیزان ارسال کردیم بخوانید و دعا بکنید. چرا وقت افطار تنها جز این نیست که انسان این دعا یا یک دعای دیگر را بخواند. در این وقت شما می توانید هزار دعا بخوانید، هر دعایی که می توانید بکنید، چون وقت مستجاب دعا هست. پس هر چی دعا می کنید دعا بکنید و خودتان را با یک دعا مکلف نسازید. عزیزانم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر من از استرالیا سوال کردن که سحری تا چی وقت می شود؟ بعضی میگن که شروع اذان ختمش است، بعضی میگن اذان به خبر کردن به نماز است تا طلوع صبح صادق ادامه بدهید. ما طلوع صبح را از روی چی بدانیم؟ خب ببینید، در این باره زیاد بگو مگوها و بحث ها زیاد است. یک فرمول آسان را خدمت شما خواهرم تقدیم میکنم. به مجرد که اذان داده شد این وقت سحری خلاص می شود، با وصف آن که بعض علما می گویند که تا آخر اذان هم می توانید بخورید، اما برای احتیاط، از بحر احتیاط، فقط وقتی که زمان اذان داخل شد شما می توانید خوردن و نوشیدن را منع بکنید. اما انسان های مؤمن، اونها که وجه احتیاط را خیلی مراعات می کنند، 10 دقیقه قبل از اذان اونا متوقف می سازند، وقتر می خیزند، وقتر می خورند و می نوشند، وضو می گیرند، نمازهای می خوانند، قرآن می خوانند، بعدش هم 10 دقیقه قبل از اینکه اذان بدهد اینها خوراک و نوشیدنی را قطع می کنند. اما شروع اذان شما قطع بکنید، انشالله که الله سبحانه وتعالی از ما شما راضی باشد.